نو میرو فیده اینو یا تا و هم اکنون چون قربانی یک وحشانیت و جامعه تاجیکستان خوب آشناست. حادثه کشتاری دخترکی 8 ساله در ناحیه رودکی چنان ساکنان را تکان داد که آنها از مقامات درخواست حکم قتل و گناهکاری حادثه کردند. پدر دختره گفت که چگونه همان روزی برایشم در جستجوی فرزندش شد، چگونه به رحمت الله گدایف زنگ زد و در پاسخ از وی قسم شنید که ندیده است. وقتی به من زنگ زده خبر دادن که دخترم گم شده است، در کار بودم، در حال به برگشتم، نقل میکند وی. با گفته پدری 33 ساله دخترک روزی 4 ایول روفیده را تا سحر کافتند. صبح 5 یکی از همسایه ها به میلیسا گفته است که او را باری آخر در نزد دری رحمت الله دیده است. با رحمت الله زنگ زدم، او گوشی را برداشت. گفتم که همسایه دیده بوده است که روفیده درت را تختق میکرد و با تو صحبت داشت و آیا نمیدونی که بعد کجا رفت؟ او در پاسخ به تمام مقدسات قسم خورد که او در خانه نبود و کودک را ندیده است، میگوید ولی جان. با قبل مرد آنها در کودکی با هم بازی میکردند، در نورسی از هم کمی دور شده باشند هم تا آخر با هم دیگر سلام علیک داشتند، ولی جان حتی تصور کردن نمیتوانست که همسایه‌اش که با احترام به دیگران مناسبت داشت، یک شخص آرام و با تمکین مینمود و چنین درندگی قادر است. آوازه های نیز هستند که او کوشش دست درازی به پسرکان را داشته است. باری به خانه یک زنی همسایه که شوهرش در روسیه است با قصد بدرفتاری وارد شده بود است. نمیدونم چرا کسی به مقامات شکایت نکرده بود، شاید پیشی راهی او را میگرفتند، میگوید با تاسف پدری روفیده. خبر درباره گم شدن روفیده 4 ایول در شبکه های اجتماعی پند گردید. 5 ایول معلوم گردید که دختره کشته شده است. در تجاوز، قتل و پاره پاره کرده به مبرز انداختن این طفل غوره مرگ، مرد همسایه رحمت الله گدایف 31 ساله متهم می شود. مقامات نیز به این حادثه در حال واکنش کردند. از جمله رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امام‌علی و دادستانی کل یوسف رحمان اظهار داشتند که تحقیق پرونده را تحت نظارت خود گرفتند.